گاهی دلتنگ میشم، دلتنگ نگاه پرمهر تو. کاش بودی بابا، کاش بودی و سر روی پاهات میذاشتم و های های گریه میکردم. این روزا حال شهر گرفته است، کسی حسرت رو تو صورت مردم شهر نمیبینه. ظاهرن شهر تمیز است، اما ظاهرن شهر قشنگ است، اما قهرمان داستان‌های کودکی خوب است که نیستی. کاش جای تو بودم، کاش جای تو بودم بابا. الو، سلام خانم شریفی. یعنی چی راتون نمیدم؟ من یه کارت خبرنگاری باهاتون نیست. اجازه بدی من خودم میام. آخه شما چه توقعاتی دارین؟ کجا طبق قانون پیش میرن که اونجا برم؟ اجازه بدی من خودم الان میام. خداحافظ. کردی مملکت قانون نداره، از حلقومتون میکشن بیرون. اینا شما کجا بودی هستن؟ من یکی برم بالا دو کلمه اینا بگم بیام پایین. آقا جواب مردم رو بدین. حق زن و بچه‌م رو دادم به اینا کشیدم بالا. آقا بذار من یکی برم بالا دو کلمه با اینا صحبت کنم میام پایین. آقا اکبری سلام. میبینی آقا شما تشریف بیارین؟ این نامردا بدبختم کردی. به خدا نمیشه داداش من. منم مامورم و معذور. گفتم برید خودشون باهاتون تماس میگیرن. یا پدر من. میبینی این شرفا چیکار کردن؟ من که صد بار بهت گفتم با داد و بیداد و شکایت به جایی نمیرسی عزیز دل من. من چه خاکی تو سرم بریزم؟ دور از جونت. ببین من میگم باید این مسئله رو رسانه‌ایش کنیم. اینجوری پتهشون هم میریزیم رو آب. پسر من تو چقدر ساده ای. اینا پاششون گرمه. از رسانه میترسن؟ اگه از راه درستش بریم نتیجه میده. راه درستشو من رفتم. شکایتتو میگی؟ چی کار کردن برات؟ چی بهت گفتن؟ جوابتو چی دادن؟ چی کارشون کردن اصلا؟ من چاره دیگه هم دارم من. ببین تو که شکایتتو کردی خب؟ بذار منم کار خودمو بکنم. ببین خانم اکبری، واقعیتش اینه که شما با فروختن کلیت ما رو انداختین تو دردسر. الان همه مدرکتون کامله، وکالتنامه دارین از پدر، ولی مشکل اینجاست که شما رضایتنامه رو جعل کردین آوردین دادین به ما. غیر از اینه؟ نه،
شما نمیدونید ماجرا از چه قراره. پدر من به من یه وکالتنامه داد با پول که برم توی شرکتی سرمایه گذاری کنم. منم رفتم توی اون شرکت و سرمایه گذاری کردم. اما اونا پول منو خوردن. به خاطر اینکه پدرم متوجه این موضوع نشه، من مجبور شدم کلیه‌مو بفروشم. بعد اینکه کلیه‌مو فروختم، برگشتم رفتم اون شرکت که احقاق حق کنم. اما اونا دوباره منو گول زدن و پول کلیه‌مو از من گرفتن. پدر من این ماجرا رو فهمید که اینجوری به هم ریخت. درسته. خدا رو شکر ما اینجا کار غیرقانونی انجام نمیدیم. شما دیروز نبودین ببینین پدرتون اینجا چه علمشنگی را انداختن. من شرمنده‌تونم. شما ببخشید. خدا رو شکر وکالتنامه بود و این من واقعا نمیدونستم چی باید جواب بدم. از طرفی من میتونستم جعلی بودن رضایت‌نامه رو به پدرتون بگم. ولی فقط و فقط به خاطر شرایط شما مسئله رو مطرح نکردم. شما لطف کردید. اگه بزرگواری کنین رضایت بدین پیرمرد از بازداشتگاه بیاد بیرون، من ممنونتون میشم. خودتون میدونین که من با این حال و روزم الان درگیر دادگاهم. چی بگم والا؟ چشم. اینم فقط به خاطر شما، ولی به یه شرط که دیگه سرشون نندازن بیان اینجا دادگاه را بندازن. چشم، لطف کردین، ازتون ممنونم. سلام. سلام. ببخشید دیر وقت مزاحمتون شدم. خواهش میکنم. چی شد امروز نیومدین دادگستری؟ راستش یه مشکلی برام پیش اومد. نتونستم بیام. چی شد؟ هیچی دیگه، من با این خانم صحبت کردم. قرار شد مدارکو برام بفرسته. چه خوب. ببینم میتونی ازش خواهش کنی یه کپی از اون قراردادش با شرکت سرفرازانم برامون بفرسته؟ بله میتونم بگم فردا کپی بگیره با مدارک برام بفرسته. ممنونم از لطفت. خواهش. بازم ببخشید دیر وقت مزاحم شدم. سلام به مادر برسید. بزرگیتون میرسونم. خدا نگهدار. الو. سلام امیر جان. شبت بخیر. خواب بودی؟ شرمنده هم. کار واجبی داشتم این موقع مزاحمت شدم. اختیار داری. من همیشه اول پرست هستم قربونت برم. نه ببین یه سری اطلاعات از شرکت سرفرازان میخواستم. سرفرازان؟ آره، تو کار ساخت و ساز و بردسازی و اینجور چیزا. خب تا چند روز دیگه نه، یکم عجله داشتم. زودتر نمیتونی؟ دستت درد نکنه، من فردا منتظر تماستم. قربونت برم. التماس دارم. خداحافظ. خانم شریفی؟ بله؟ یه آقای اومده میگه با جناب رحیمی کار دادم. خب آقای رحیمی نیستن که، بهشون بگی نیستن. میگه یه پاکت امانتی واسه شون آورده. آها، خودم میگیرم، شما بفرمایید. خواهش. آقا صدری یک موتوری واسه من بگیر. چشم، برای کجا؟ نه خدا میبرم. مام
نه بابا، زده داغونش کرده. بردم چرا؟ ولی میگه اگه آنالوگ بود میشد کاریش کرد، دیجیتاله، ضربه خورده ایش کاریش نمیشه. آره ببینم، تو کسی آشنا نداری وارد باشه درستش کنه؟ آه یه لحظه ببین، من پشت خطی دارم بهت زنگ میزنم. جانم حمید، سلام. سلام سر. جان راستی پیداش کردم. آه راست میگی؟ آره باشه الان میام. خداحافظ. اینقدر خودشو اذیت میکنه که نگو، اصلا به حرف گوش نمیده. اتفاقا تو دفترم همینجورن، هرس و جوش همه رو میخورن. راستش بعد از اون تصادفی که کرد، زن بچهشو از دست داد، کلی به هم ریخت. بعد تازه اومد رفت دنبال پیدا کردن شهدا، اونجام زخمی شد. تا الانم به زور نگهش داشتیم. مادر من دیگه باید زنش بدیم، اون نگرش داره. بفرمایید. دستتون درد نکنه، من فقط اومدم این پرونده رو بدم به آقای رحیمی که مزاحم شما هم شدم. چه مزاحمتی؟ یه چایی دیگه، اونم کمچه چایی مامان به راهه. الانم سعید میاد چایی میخواد. خب از خودتون بگید خانم شریفی. به هم نرگس بگین راحت تر. آخه خانداداش ما که لو نمیدن سرکار خانم خوشگلی مثل شما سرکارشون هست. لطف داریم. مونا جا مادر، شیرینی تعارف نرگس خانم بکن. چشم. بفرمایید، تعارف نکنید. اینجا رو مثل خونه خودتون بدونی. دستتون درد نکنه، حتما هم همینطوره. نوشت جونه. ازدواج که نکردی؟ نه، انقدر مشکلات و درگیری زیاده که اصلا به ازدواج فکر نمی کنم. شما با پدر مادرتون زندگی میکنین؟ با مادرم زندگی میکنم. پدرم سال 67 مفقود شدن. اون موقع من هنوز به دنیا هم نیومده بودم. مامانم تنهایی منو بزرگ کردن. همیشه هم چشم انتظار پدرم بودم. خیلی به گردنم حق دارم. هم برام پدر بودن هم مادر. دلم میخواد الان هر کاری که از دستم برمید برشون انجام بده. آخه خدا حفظش کنه. ممنون، شما لطف دارید. پس شما هم سختی زیاد کشیدی دیگه. فکر کنم سعید اومد. پیدات نیست. درگیر روزنامه. بگو ببینم واقعا این بهزاد رضایی رو پیدا کردی؟ آره پیداش کردم. مدیر عامل یه شرکتیه. سرفرازان. خب سوء پیشینه‌ای، شاکی خصوصی چیزی نداره؟ نه بابا، پرونده‌اش پاکه پاکه.
سلام عرض کردم خانم. ببخشید من رحیمی هستم، از دوستای قدیمی آقای رضایی. بله. باشون قرار داشتم. بله. حاج آقا. یا آقای مدام میگن از دوستای قدیمیتون هستن. آقای رحیمی. اسم کوچیکشون؟ ببخشید اسم کوچیکتون؟ سعید. آقای سعید رحیمی هستن. چرا راهنمایی نکردید آخه؟ ببخشید نمیدونستم. بفرمایید. خواهش میکنم. به به آقا سعید. سلام. سلام. خوبی؟ قربونت برم. اصلا توقع نداشتم اینجا ببینمت. زنده باشی. بفرما. بفرما بشی. اصلا باورم نمیشه رو به اون نشستی. الحمدلله مثل این که کاروبارت خوب گرفته. الحمدلله خدا رو شکر. البته نگاه به در اتاق نکن نوشتن مدیرامه. اینا دنبال یادم بازنشسته میگشتن که بهش حقوق ندن و نمیدونم بیمش نکنن، اومدن سراغ من. ببینم سعید جان چند تا بچه داری؟ اینو بگو. نکنه میخوای بگی هنوز ازدواج نکردی؟ بابا تو که از من قاطی تری. نتونستم، یعنی بعد اونا دیگه نتونستم. خدا رحمتش کنه. من اهل ترس نبودم سعید، ولی همیشه خدا از یه چیزی میترسیدم. از چی؟ از اینکه یه توافقی بشه و من دیگه روی ماه تو رو نبینم. هنوزم شوخ طبعی، اما من از یه چیزی خیلی میترسم. از چی میترسی؟ از اینکه راجع به بعضیا زود قضاوت کنم. اتاقت خیلی قشنگه. قابل شما رو نداره؟ نه داداش، اینجور لقمه ها واسه ما گلوگیره. ولی ما این لقمه رو برداشتیم، گلومونم نگرفت. بی خیال هستم. میگم از خانوادت بگو، چند تا بچه داری؟ همون دوتا پسر شیطونی که دیده بودی. همون دوتا دوغلو. آره همون دوتا پسر دوغلوی شیطون. یادته؟ یادمه. امیر رضا و علی رضا. خب چی کار میکنه؟ حتما واسه خودشون دیگه الان مردی شدن نه؟ آره ماشاءالله بزرگ شدن. علی رضا درس نخون، زد تو کار آزاد. ولی امیر رضا درس خون بود، الانم داره ادامه تحصیل میده، رفته فرانسه معماری میخونه. ماشاءالله زنده باشن. یادم یکیشون یک کسالتی داشت نه؟ آره ولی الحمدلله الان خوب شده، رو به راهه. خدا رو شکر. تو حالت خوبه؟ من حال خوبی ندارم. نه هر کمکی از دست من بر بیاد برای تو انجام میدم سعید جان. اتفاقا از دست تو برمیاد. تو جون بخواه. چقدر؟ چی چقدر؟ چقدر بنویسم؟ چی چقدر بنویسی؟ ببین به این میگن دست چک. اینجا جای تاریخه، اینجا هم جای مبلغه. بگو چقدر برات بنویسم. من باهات این کارا رو نداشتم. میدونستم اون مهمون ناخونده بالاخره یه کاری میده دستت. تا الانم اگه قطع نخانه شدی خیلیه سعید. خیلی ها لایق بودن مهمون خونده خدا شدن و رفتن، اما من نالایق سهمم یه ترکش بود. ببین سعید، امیر رضا توی فرانسه دکتر خیلی زیاد آشنا داره. میخوای بری اونجا عمل کنی؟ عمل ما همین بود که شد. این همه بذل و بخشش از کجا؟ مگه نمیگی یه کارمند ساده ای؟ آخه سعید جان کارمند داریم تا کارمند. اصلا تو چرا گیر دادی به این کارمند بودن ما؟ اینا رو ولش کن. مهم اینه که کار تو رفیق من را بیفته، این برای من از همه چی مهمتره. چیه؟ هنوز درد داری؟ نداشتم. اما از دیشب یه ترکش صاف اومده نشسته رو قلبم، داره عذابم میده. خب پس اشتباه اومدی رفیق من. تو باید میرفتی پیش دکتر، نه اینکه میومدی پیش من. ده این درد رو تو انداختی به جونم. منظورت چیه؟ من که 25 سال از تو بیخبرم. وقتی تو سایت شرکت سرفرازان اسم مدیرعامل رو بهزاد رضایی دیدم تنم لرزید. تا صبح خدا خدا کردم که تشابه اسمی باشه، اما امروز از یه منبع موثق شنیدم که خودتی. آخه تو که سواد این کارا رو نداشتی. پس بگو از کجا گور گرفتی.
از اینجایی که یه آدم بی سوادی مثل من بشه مدیر عامل یه شرکت و یه آدم درس خونده با سوادی مثل تو بشه بیکار، درسته؟ دست بردار سعید، تو علیه حسادت نبودی. منم همینو میگم، بهزادی که من میشناختم تو نبودی. برای چی اومدی؟ راستشو بگو. من یه قولی دادم. تو از درد جامعه چی میدونی؟ کجای این کاری؟ تو وکیل مدافع اونا یا پلیسی؟ اصلا تو کجای این پرونده ای؟ من همیشه یه خبرنگار بودم و هستم، اما نمیدونم تو کی؟ یعنی چی شدی؟ بابا به پیر، به پیغمبر، به قرآن قسم، من هیچ پولی از هیچ کسی نگرفتم. هیچ پولی از هیچ کسی نگرفتم. من همون آدمم سعید، اما تو ظاهرا تغییر کردی. نه خبی، منم همون آدمم. ولی ببین با خودت چی کار کردی سعید؟ تو حال درست حسابی نداری؟ آوزاد، اگه ناخوشی باشه مال توه. بشین خوب فکر کن. خداحافظ. سعید صبر کن. مامان، من میگم با داداش صحبت کنیم، بهش گیر بدیم بگیم با نرگس ازدواج کنه. اینقدر سر به سر داداشت نذار، میدونی که اعصاب نداره. اون اعصاب من و شما رو نداره، زن بگیره خوب میشه. مثل که تا چند تا لیچار بارد نکنه دستبردار نیستی تو. شما خیالتون راحت باشه، اصلا من خودم حلش میکنم. میگم ولش کن، دست بردار از این حرفا. دختره که هنگی شمارش رو من نداده. لا اله الا الله، اینقدر پیله نکن. شما بفهمید میوه‌تون رو بخورید. دست درد نکن. قربونتون برم. اینم یه چایی تازه دم واسه داداش گلم. دست در نکنه آبجی. مزاحم نیستم؟ نه، چطور؟ گفتم تا مامان نیست خواهر برادر دو کلمه هم اختلاط کنیم. خب راجع به چی؟ ببین داداش، درسته من از تو کوچیکترم، اما یه چیزی میخواستم بهت بگم. بفرما، بگو. مامان به تو حرفی نمیزنه، اما همش به فکرته، هی میرزه تو خودش. چیو؟ همین بلا تکلیفیت دیگه، دلش بخواد سر و سامون بگیری. برو سر اصل مطلب. میگم نرگس دختر خیلی خوبی ها. کسی نگفت دختر بدیه. نه، منظورم اینه که به هم میای. چرا پاپیش نمیذاری؟ اونا جا دست بردار، دیگه از من گذشته. یعنی چی از من گذشته؟ قربونت برم، تازه اول چلچلیته. پاشو برو، کار دارم. خودت گفتی مزاحم نیستم. اون موقع مزاحم نبودی، اما الان هستی. پاشو برو. باشه میرم، اما بهش فکر کن لطفا. برو، شبت بخیر. بله. سلام آقای رحیمی. سلام. ببخشید مزاحم شدم،
میخواستم بپرسم این مطالبتون رو برای تایید بدم به خانم تقوی؟ ببخشید خانم شریفی، خانم تقوی چی کارن؟ تا حالا چند تا از متنای من، چند تا از نوشتهای من به تایید خانم تقوی رسیده ها؟ باشه چشم، خداحافظ. خدا نگهدار. سرافکندگی سرفرازان، کلاهبرداری میلیاردی شرکت سرفرازان از قشر کارگری خشم جامعه را برانگیخت. سلام خانم، خسته نباشی. از صبح تو خورد نکن خانم، چای تازه دمه. دست درد نکنه. خواهش میکنم، میشه جون. صدری، خانم شریفی اومده؟ اومد بگو سر بیاد. سلام. سلام، بفرم. ماشالله خیلی هنر زده ای. خانم تقوی الان دو سراغ شماره میگره. البته خیلی هم عصبانی داره. چیزی شده؟ نمیدونم ولی خیلی ناراحت. من برم پیششون ببینم چی کارم دارم. خواهش میکنم بفرمایید. سلام. شما چند وقت تو این روزنامه کار میکنید؟ چی بگم؟ من تا حالا به شما توهین کردم؟ نه خیر. تا حالا از گل نازکتر به شما گفتم؟ خانم تقوی، آقای رحیمی خودشون. خانم شریفی، انقدر رحیمی نکنید. فقط یک هفته این روزنامه رو به شما سپردم، افتضاح کردید. برای من نمایشنامه تراژیک شرکت سرفرازان می‌نویسی؟ خانم تقوی، شما اخراجید. بفرمایید بیرون حساب کنید. خانم تقوی، اصلا شما نمیذارید من توضیح بدم. آقای رحیمی خودشون با من. بیرون خانم شریفی، اخراجید. علیکم سلام. چرا اینقدر دیر کردید آقای رحیمی؟ چیه؟ نکنه به شما هم باید جواب پس بدم. من که نه، ولی به خدا تو این دو ساعته انقدر سراغ شما رو گرفت پدر منو در آورد. تو اتاقشه؟ بله. معلومه اینجا چه خبره؟ این چیه؟ هیچی. گزارش یه کلاهبرداری بزرگ. آقای رحیمی، شما اینجا فقط کارمند من نیستی، الگوی تک تک این بچه هایی. خانم تقوی، خواهشاً اینقدر تعارف تیکه پاره نکنید. تو چت شده؟ تو؟ ببخشید شما. چمه؟ نمیتونم، با همه سر جنگ داری، حتی به همرزم خودت هم رحم نکردی. خواهشاً نمیخواد شما غصه اونو بخوری. کاش به جای ماجراجویی ها یکم به فکر خودت و موقعیت این مجموعه بودی. ببین این روزا باید نونو به نرخ روز خورد، وگرنه کلات پس معرکه است. بله، اما من اینجوری نیستم. ببخشید، به نظر شما اختلاس 3000 میلیاردی خبرش یه ماجراجوییه؟ اون قضیهش فرق میکرد، خبرش همه جا پیچیده بود. من واسه اینکه از قافل عقب نمونم دستور چاپشو دادم. همین. آها، پس بفرمان شما با خبر بیات حال میکنم. منم باید چشمم رو هرچی دزدی و اختلاس و راندخاری هستش ببندم.
پس تعهد کاریمون چی میشه خانوم؟ تعهد کاری چیه؟ دلتو به چی خوش کردی؟ ببین من و تو نمیدونیم پشت مشتا چه خبره. اصلا قضیه یه جای دیگه است، دست من و تو نیست. ببین خانوم، یه روز بچه ها به خاطر اینکه یه ذره بیت المال اینور اونور نشه جونشون رو میدادن، ایمان داشتن، اما الان دیگه بیت المال بی ارزش شده. برای جوونا چی؟ همینجور، چون ما بی اعتنایی. من دیگه از این بخور بخورا حالم داره به هم میخوره. شما میگی هضمش کن؟ خب سرت به کار خودت باشه، اعصاب خودتو به خاطر این مردم خورد نکن. این مردم حقشونه، هرچی میزنی تو سرشون بازم زندگیشونو میکنن. با قهرمان بازی تو هم جلوی این اختلاس ها گرفته نمیشه. اصلا بذار راحتت کنم، من این دفتر دستک رو راه انداختم که از توش نون در بیارم، پول بسازم، میفهمی؟ دلم نمیخواد با قهرمان بازی تو هم سال تو کارکاسبی من کساد بشه. بله درست میگین، شما به فکر منافع خودتون هستین، ولی من نمیتونم، من از خدمتتون مرخص میشم. در ضمن خانم شریفی هیچی مقصر نبودن، دستور چاپ این خبرم من بهشون دادم. آقای رحیمی. بله سلام آقا سعید. سلام. این چش بود؟ این؟ منظورت از این آقای رحیمیه؟ بله. آقای صدری، حاج آقا توکلی اومدن؟ بگو بیان اینجا. سلام خانم. سلام حاج آقا، بفرم بشینی. در خدمتم. چیه؟ سرحال نیستید حاج آقا؟ چیزی نیست، خوبم الحمدلله. نکنه مربوط به مسئله خانم شریفی آقای رحیمیه؟ همچین بی ربط هم نیست. جسارتاً شما فکر میکنین کارتون بی اشکال بود؟ از شما دیگه بعیده حاج آقا، من همش باید دغدغه توهمات این و اون رو داشته باشم اینجا. یه سری خط قرمز داریم، یه سری قانون داریم، باید رعایت شه. من فقط به منافع خودم فکر نمی کنم. جای سفره پهنه یه عده‌ای دارن نون میخورن. اگه در اینجا تخته بشه، میدونین چند نفر از نون خوردن میافتن؟ بله همه اینا رو میدونم. ولی خب خانم شریفی و آقای رحیمی هم برای خودشون رسالتی دارن. رسالتشون چیه؟ نون مردم بریدن؟ نمیدونم، فقط برای من این سواله که فرق اختلاس میلیاردی با شرکت سرفرازان چیه؟ شما دیگه این حرفو نزنید، فرقش از زمین تا آسمونه. چه فرقی میکنه خانوم؟ دزدی دزدیه دیگه، چه این شرکت باشه چه یه شرکت دیگه، چه این آدم باشه یا یه آدم دیگه، فرقش چیه؟ فرق میکنه، این بچه رزمنده است. ده همین دیگه، همه حرف سعیدم همینه، بچه رزمنده است، همه دردش همینه. حالا چون رزمنده است باید هر کاری بکنه. به قول شهید باکری رزمنده ها چند دسته هستن، این آقای رضایی هم از اون دسته هاست که رارو کج رفته. حاج آقا من کاری به این کارا ندارم، من میدونم شما میدونین، هزار تا اتفاق داره میفته، پشت سر هر کدومم هزار تا آدم نشستن، فقط وقتی حق و حساب به یکی دیر میرسه صداشو در میارن. امثال قهرمانایی هم مثل این آقای رحیمی با این کارشون کاراکاسبی منو کساد میکنن. من اجازه نمیدم. میگم اینجا بزرگه خانم، وسعت خوبی هم داره، چرا آرایشگاش نمی کنی؟ درآمد خوبی هم داره. دست شما درد نکنه حاج آقا، دیگه چی؟ ببخشین خانم، مثل که ما حرف همون نمیفهمیم. من یه سری کارهای عقب افتاده دارم که باید برم بهشون برسم. امری نداری؟ نه. با اجازت. به سلامت.
گل میخری؟ چند سالته دخترم؟ 7 سال. مدرسه میری؟ نه. همش چه؟ 20,000. سلام. سلام. اینجا چی کار میکنی؟ یه سری وسایلمو تو دفتر جا گذاشته بودم، برگشتم اونا رو ببرم. چیزی شده؟ دیشب حال مامان بد شد، بردمش بیمارستان. الان از بیمارستان بهم زنگ زدن، گفتن حالش خوب نیست، دارم میرم اونجا. سوارشین میرسونم. نه مزاحم شما نمیشم، بفرمایید. سوارشین، زحمتی نیست. خیلی لطف میکنی. سلام. با من تماس گرفتین، گفتین حال مامانم بد شده. چی شده؟ نگران نباشین، شکر خدا الان بهترم. میتونم ببینمشون؟ بله، ولی زیاد خستشون نکنین. حتما. ممنون. مامان جان. جان آمدی مادر؟ چی شدی مامان؟ میبینی که مادر این حال رسمه. ای بابا. آقای رحیمی، آقای رحیم بفرمایین تو. یا الله. سلام مادر. سلام. خدا بد نده. بد نبینی مادر. مامان آقای رحیمی همکارم هستن، لطف کردن تا اینجا منو رسوندن. آقا از تا خبر آوردی؟ ازش خبری داری؟ تو رو خدا تا رو پیدا کنی. نه مادر من، خبری نشده. یه کمی به فکر خودت باش، میبینی حال و روز تو؟ آقا تو رو خدا تا ازش خبر بیارید برام، هر طور میتونید تا رو واسم پیدا کنین. آقا خسته نباشی. ممنون. خانم دکتر امروز مامان منو دیدن؟ بله، قبل از اومدن شما اومدن معاینه‌شون کردن، جواب آزمایششون هم دیدن. گفتن فقط مشکل عصبی دارن. ای بابا. این هم داروهاشونه که باید از بیرون تهیه کنین. الان خانم دکتر میاد. خب بدین داروها رو من میگیرم. آخه اینطوری که چه فرقی میکنه؟ مثل مادر خودم میمونه. با اجازهت. سلام. سلام. سلام، خسته نباشی. شما خسته نباشی. خوبی مادر؟ خب خدا رو شکر همه چیز رو به راهه، همه چیز خوبه. داروهاشون هم که براشون نوشتم مصرف بکنم، آزمایشاشون هم که دیدم خوبه، عالی. خیلی ممنون، لطف کردین. خب امری با من ندارید؟ خواهش میکنم.
سلام خانم دکتر. سلام. خسته نباشید. متشکرم، بفرمایید. ببخشید، وضعیت خانم شریفی چجوری است؟ الحمدلله که الان خوبم، ولی خب باید مراقب بود دیگه. چطور؟ والا این ریفلکس های عصبی به خاطر فکر و خیال زیاده. خانمتون به من گفتن که پدرشون مفقود الاثر شدند و ایشون به خاطر چشم به راه بودن به این حال روز افتادن. شما باید کاری بکنید که از فکر و خیال زیاد مبرا باشن، چه اینجا چه تو منزل. باید حواستون باشه که زیاد فکر و خیال نداشته باشن، خیلی براشون وگه نبده. یه سری دارو هم براشون تجویز کردم، حالا ایشالا مصرف کنن، ایشالا که جواب میده. بله گرفتم، دست شما دارم. خواهش میکنم. بله. به سلامت. خانم دکتر با من کاری ندارین برم اتاق 504؟ نه ممنون، بفرمایید شما. گفتم تا بمون بچه‌مون به دنیا بیاد ببینش، بعد برو. نرگس 8 ماه باردار بودم، رفت. به دنیا اومد نرگس، ازش خبری نشد. همه رفیقاش، همه دوستاش برای مرخصی اومدن، اما تاها نیومد. وفا لاغل برای دیدن دخترت می اومدی، نیومد که نیومد. چشمم به در بود، سوی چشم رفت، ازش خبری نشد. میتونی ازش یه خبری برام بیاری؟ میدونم میمیرم و همینطوری چشم انتظار میمونم. دور از جونتون مادر. چشم، من همه تلاشمو میکنم. چشمت بیبلا مادر، فقط یه خبر، یه نشون ازش برام بیاری کافیه. هنوزم باورم نمیشه. مامان جانم، آقای رحیمی رو اذیت نکن، خستن. بذارین راحت باشه. مگه نگفتی آقا سعید کلی شهید پیدا کرده؟ چرا مامان جان، ولی الان درگیر کارهای دیگه ایه. خدا کنه از تو هم یه خبری بشه. تو سرم رو بذارم زمین و برم، تو هم از شر من خلاص بشی مادر. من دیگه با اجازتون برم، اگه کاری داشتیم باز تماس بگیر. ممنون، خیلی زحمت کشیدی. اختیار دارین، کاری نکردم، وظیفه‌ام بود. ایشالله بهتر باشی مادر. خداحافظ، با اجازتون. خدا نگهدار. مامان جان راحتی؟ آره راحتم. یکی این بالاتر بشین، کمرت راحت بشه. میخوایی تخت رو بیارم بالاتر؟ بیارم. بذار کمکت کنم. خوبه؟ خوبه. آقا، از تا خبر آوردی؟ ازش خبری داری؟ آقا تو رو خدا تا ازش خبر بیارین برام. هر طور میتونی تا رو واسم پیدا کنین آقا. خانمتون به من گفتن که پدرشون مفقود الاثر شدند و ایشون به خاطر چشم به راه بودن به این حال روز افتادن. شما باید کاری بکنید که از فکر و خیال زیاد مبرا باشن. آقا تو رو خدا تا ازش خبر بیارید برام. هر طور میتونید تا رو واسم پیدا کنید آقا. فقط یه خبر، یه نشون ازش برام بیاری کافیه.
دکتر گفته مایعات باید خیلی زیاد بخوری مامان. مامان جانم همش مال اعصابه. دیدی دکترت هم همینو گفت. انقدر فکر و خیال نکن، انقدر خودت اذیت نکن. دستت درد نکنه مادر. خانم شریفی یه چند لحظه. ببخشید من باز مجدداً مزاحم شدم. خواهش میکنم. من با خانم دکتر صحبت کردم، بعد گفتن که مادر نباید استرس ببینن، عصبی بشن، مخصوصا عکس پدر. بله منم خیلی بهشون میگم ولی خب گوش که نمی کنن. خونه پر شده از عکسهای بابام، اینجا هم که داریم میبینین. بعد خدمت شما. این دفعه خیلی دیر کردی ها. مگه تهران چه خبره که گیر کردی؟ حتی میخوای بگی ترافیک بوده. خب ترافیک همیشه هست. شما باید برنامه‌تون رو طوری تنظیم کنید که به موقع برسید. خلاصه ببخشید ها. کی میتونه زمان ترافیک رو مشخص کنه؟ بگه خیابونا شده اینو رو پارکینگ. یه راه 10 دقیقه‌ای. یه دفعه میبینید 2 ساعت آدم رو سرگردون. بچه ها هرچی تفاوت میکنن در این مدت چیزی پیدا نکردن. نمیدونم یعنی به نظر شما چیزی نبوده؟ من که فکر نمی کنم. یعنی چه؟ و خیلی هم تلاش کردم. امار امار یاسر، امار امار یاسر، چرا نیرو نمیفرستید؟ بابا ما داریم محاصره میشیم، بفرستید دیگه. امار امار یاسر، امار امار یاسر، چرا نیرو نمیفرستید؟ ما در محاصره ایم، نیرو نداریم. حاجی بابا بچه ها همه از بین رفتن، چرا دستی رقب نشینی نمیدی؟ مهمات نداریم. بریم نزدیک سنگرا. آجی کجایی؟ همینجا همینجا.
حاج توکل اومد. بچه ها بریم استقبال، حاج توکل اومده. سلام حاجی. سلام علیکم. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. جات خیلی خالی بود. خیلی دیر کردی. آره دیر کردم. جامم خالی بود. ولی خدا میدونه همه دلم اینجا بود. قربونت برم ان شاءالله که خیر. حاجی این منطقه که داری میبینی خیلی جدیده. همه چیشم آلوده است. به به آلودگی. من خودم دارم از مرکز آلودگی برمیگردم. تهران رو میگم. اینجا خیلی بدتره. سلامون به شما. گرم برای شما. سلامتی. همه اوضاع خوبه دیگه. سلامتی. خسته نباشید. چیکار کردین؟ بیا اینجا رو بکن. هر کاری دلت میخواد با من بکن، هر چی میخواد بشه بشه، ولی این آتیشی رو که تو دلم به پا شده طوفان تو هم نمیتونه خاموشش کن. من که میدونم اینجایی، میدونم واسه خودتون اینجا جا خوش کردی، خبر از اونایی که منتظرتونن نداری. خسته نباشین بچه ها. خسته نباشین. چیزی پیدا کردی؟ متاسفانه چیزی پیدا نکردیم. اشکالی نداره، برای امروز کافیه. دیگه داره هوا تاریک میشه، بهتره بریم مقر استراحت کنیم، دوباره فردا ادامه بدیم. بفرمایید بفرمایید. خسته نباشین. Oh.
سلام مامان جون. سلام مادر. چقدر دیر کردی؟ مامان ببخشید، خیلی کار داشتم. مامان شامتم که نخوردی؟ میل نداشتم مادر. یعنی چی میل نداشتم؟ بیا مامان، بیا بخور. بله. سلام نرگس جان، خوبی؟ سلام، ببخشید شما؟ مونا هستم، خواهر سعید. سلام مونا جون، خوبی؟ مرسی، دلم براتون تنگ شده بود، گفتم بهتون یه زنگی بزنم. ممنون، منم همینطور. ماما خوبن؟ سلام دارن. راستی از سعید چندم حال مادرتون خوب نیست، بلا به دور باشه. بلا نبینی. آره یه کمی حالش بد شد و بردیمش بیمارستان. آقای رحیمی خیلی زحمت کشیدن. وظیفه‌شه. ممنون. از طرف سعید با شما یه جور دیگه است، خیلی دوستتون داره. نظر لطفشونه. نرگس جانم. مادر، مثل اینکه مادرتون کارتون دارن، من بعدا باهاتون تماس میگیرم. ببخشید مانا جونا. خواهش میکنم. خیلی ممنون، خدا نگهدارتون. خدافظ عزیزم. نرگس جانم. ماما. مادر کجایی؟ خدا رو شکر یادی از ما کردی آج آقا. دست شما درد نکنه آقا سعید، ما که همش به یاد شماییم، شما همش با خودت درگیری. من که درگیری ندارم، اینا نمیذارن کارمون رو بکنیم، همش سر کاریم. ای بابا سعید جان. چشم آج آقا. میگم بی خیال حاجی، از بچه ها شنیدم باز عازم سفری، این دفعه کجا انشالله؟ منطقه. منطقه؟ سعید کجایی؟ همینجا ماجی. میگم یه خواهشی میتونم ازت بکنم ماجی؟ بفرما، در خدمتی. منم میتونم باهات بیام؟ مگه میتونی؟ تو که این همه گرفتاری و کار داری. کار و بیخیال، همیشه کار هست. شما بگو من میتونم باهات بیام یا نه. یا علی، فردا 3 صبح به سمت شلمچه. یا علی، فردا 3 صبح به سمت شلمچه. Thank you.
حاجی چی شده؟ چیزی نیست. نه سعید یه خبرنگاره، راهای طولانی خستش میکنه، گفتم استراحت کنه بهتره. اومده هواخوری؟ اینجوری جای هواخوریست؟ میدونی آجی با اون مشکلاتی که تو روزنامه براش پیش اومده، گفتم بیاد اینجا شاید یه مقدار حال هواش عوض بشه. سلام مونا جون. سلام نرگس جون، خوبی؟ ممنون. شما خوبی؟ مامان خوبن؟ سلام دارن. جای سعید آقا خالی نباشه. گفتم یه زنگ بزنم حال شما و مامانو بپرسم. لطف کردی. حالا یه روز اگه وقت داشتین با مامان بیاین پیشمون. خوشحال میشین. حتما. راستی حال مادر چطوره؟ چی بگم؟ خدا رو شکر. اگه کاری بود حتما به ما بگینان. سعید نیست، اما ما که هستیم. ممنون، لطف دارین. حتما. ببخشید مزاحمتون شدم. این چه حرفی عزیزم، خوشحالم کردی. خدا نگهدار. خدایا خدایا همه جوونا رو به راه راست هدایت کن، مخصوصا این دوتا جوون من. قبول باشه مامان. قبول حق باشه مادر جون. مامان فکر کنم سعید تو گلو نرگس گیر کرده. یعنی چی دخترم؟ دلش واسه سعید تنگ شده بود، زنگ زده بود به من. خب منظورش چی بوده؟ خب نگرانه، میخواد ببینه سعید رسیده نرسیده. امان از دست تو دختر، خدا یه عقلی به تو بده. به قول داداش سعیدم دیگه از ما گذشته مامان خوبم. Thank you.
خدا خدا خدایا کرم تو شکر، عزت تو شکر. آخه چرا منو نگه داشتی؟ برای چی؟ چقدر میخوای امتحانم کنی؟ این میدونم لیاقت حالتی انداختی رو دوشم خدا. من هیچی نیستم، هیچی. میدونم خدا، خسته شدم. به خدا، به خودم قسم خسته شدم. نمیخوام